از امل قصیر. اسم من امل قصیر هست و دانشجو هستم. من یک شاعر سوری آمریکایی هستم و از کلماتم برای انگیزه دادن به دیگران استفاده میکنم. من در دنور به دنیا آمدم و بزرگ شدم. در سال 2002 ما به سوریه رفتیم. مادر بزرگم یک مزرعه در سوریه داشت که همه خانوادمون اونجا بزرگ شده بودن و تعطیلات تابستون همه اونجا جمع شده بودیم و با دخترخاله و پسرخاله هام اونجا میگشتیم و میوه میخوردیم و درختهای نخل و هلوی زیادی داشت. وقتی به آمریکا برگشتم متوجه شدم که دیگه هیچ وقت مزرعه مادر بزرگ رو نمیبینم. خیلی دردناک بود. مزرعه توسط نیروهای رژیم مصادره شده بود. همه درختها رو قطع کردن و اونجا رو اشغال کردن و دیگه مال مادر بزرگم نیست. امل هنرش رو وقف سرزمینش کرده. سرزمینی که هر چند 3 سال در اون زندگی کرده، اما خاطراتش برای همیشه باهاش هست و میخواد صدای مردمش باشه. شعر بهترین شیوه برای اینه که داستانها رو به بلندترین صورت روایت کنی. شعری که من از اون استفاده میکنم و میگم برای من نیست. متعلق به اون موضوعیه که من تجربه کردم. لمس کردم و ازش به صورت بصری و ذهنی و قلبی عبور کردم. و مردم میتونن اون رو بشنون. هیچ چیز دیگه ای اونقدر اثر نمیذاره. مردم معمولاً کمتر میخونن و توی گوش دادن بهتر هستن. مخصوصاً توی آمریکا. شعرهای امل پر از احساس و متنوع هستش. به خصوص که خودش با شیوه خاصی اونا رو اجرا میکنه. بعضی شعران فقط برای مادر بزرگم در سوریه است. بعضیاش فقط برای مردم سوریه است. بعضیا برای دیکتاتورهاست. بعضیاش برای مردمی که نمیشناسم. بستگی به این داره که آدم در درونش چه حسی داشته باشه. Bullet wounds tattooed on my skin. Blood is my ink, but this paper is wearing thin, 'cause I am a martyr, wearing a peaceful grin. I am the flag of freedom, and I wave in the dusty wind. A shop is before me. Our blood is red, our hearts are white, and our land was green. So now our black bruises are blinding. نحن نريد إسقاط النظام. These are the people who want the collapse of the system. مردم سوریه به من انگیزه میدن. مبارزین، جوانها، دانشجوهایی که فکر میکنن همه اونها الهام بخش من هستن. سوریه زیباترین کشوریه که تا حالا دیدم. خیلی زیبا. ما 16 تا پسرخاله دخترخاله بودیم. یک خانواده بزرگ، یک مزرعه زیبا. اما مهم نیست که چقدر زیبا بود. حتی یه دختر بچه کوچک 7 ساله مثل من هم میدونست که یه جای کار میلنگه. میدیدم که عکس‌های اسد همه جا روی همه دیوارها نصب شده. همه مدارس، همه تاکسی‌ها، همه مساجد، همه کلیساها و ما این چیزها رو میدیدیم و یاد گرفته بودیم. یه چیزایی هست که نباید راجع بهش صحبت کنیم و چیزایی هست که نمیتونیم راجع بهش فکر کنیم. بنابراین باید ساکت میمونیم. یه بار برادرم یه عکس خنده‌دار از اسد کشیده بود. تو آمریکا شاید این یه کار معمولی باشه، کشیدن کاریکاتورهای سیاسی، در حالی که اون فقط یه نقاشی خنده‌دار بود. اما اومد یقه برادرم رو گرفت و گفت میخوای این خانواده رو به کشتن بدی؟ ما گفتیم این فقط یه نقاشیه، اما اونجا این به معنای فقط یه نقاشی نبود. اونجا اگر کسی علیه اسد حرف بزنه یا حتی فکر کنه رو سر به نیست میکنن. جایی میبرن که کسی نمیفهمه. ما حتی تو 7 سالگی هم این رو میفهمیدیم. برادرم 13 سالش بود، اما میفهمیدیم که ما در دیکتاتوری زندگی میکنیم. His rose is stripped of all her color. When I am left clutching out for the last mirage of a broken land, I cannot fall. I will not fall.